نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بخش‌های بیشتری از شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه و سوریه را در اختیار گرفتند و نبرد آنها با رزمندگان کرد در کوچه خیابان‌های این شهر در جریان است. حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش نیز در عقب راندن این گروه تروریستی مؤثر نبوده است. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا ضمن بلند مدت خواندن مبارزه با گروه دولت اسلامی گفت: ما از طریق حملات هوایی تمام تلاش خود را برای عقب راندن نیروهای دولت اسلامی انجام می دهیم. پیشروی هایی در این منطقه داشته ایم، اما یک مشکل جدی وجود دارد. همانطور که من و رئیس جمهور پیش از این گفته ایم، تضعیف و احتمالاً نابودی گروه دولت اسلامی اقدامی بلند مدت است. در حالی که سازمان ملل متحد برای دفاع از شهر کوبانی در برابر گروه دولت اسلامی پیشتر از ترکیه خواسته بود که به نیروهای داوطلب مجوز ورود به سوریه را بدهد، آنکارا هنوز چراغ سبزی نشان نداده است. ناظران حقوق بشر در سوریه میگویند چنانچه ترکیه اقدامی در این زمینه انجام ندهد، شکست رزمندگان کرد در کوبانی اجتناب ناپذیر است.